سال روز میلاد پیامبر رحمت و رهایی، حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله و میلاد امام جعفر صادق علیه السلام مبارک باد. ادامه اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد اهواز در مقابل استانداری رژیم، مقابله کارگران با نیروهای سرکوبگر حکومت آخوندی، استمرار اعتصاب و تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری رژیم در شوش، همبستگی اقشار مختلف مردم با اعتصابگران هفت تپه و فولاد اهواز. مریم رجوی: درود بر کارگران فولاد و پایداری آنها در برابر هجوم نیروهای سرکوبگر و نفرین بر حکومتی که ارمغانش فساد و سرکوب و نابودی کشور است. حرکت‌های اعتراضی کارگران، کشاورزان و کامیونداران علیه سرکوب و چپاولگری رژیم آخوندی. تان هال، مقاله سفیر کنت بلکویل: به رغم تلاش‌های رژیم ایران برای قطع ارتباط بین معترضان و سازمان مجاهدین در داخل کشور، توان سازماندهی این جنبش رو به افزایش می‌گذارد. کنت بلکویل: پس از بالا گرفتن اعتراضات داخلی، رژیم ایران همزمان با توطئه‌های تروریستی، کارزارهای شیطانسازی و تهمت زدن به اپوزیسیون ایران را افزایش داده است. کنفرانس حکومت آخوندی برای صدور ارتجاع و تروریسم و تفرقه اندازی تحت عنوان وحدت اسلامی. سخنان آخوند روحانی خطاب به عربستان سعودی: همونطور که ما به کمک مردم عراق شتافتیم، همونطور که ما به کمک مردم سوریه شتافتیم، همونطور که ما به کمک مردم افغانستان شتافتیم، همونطور که ما به کمک مردم یمن شتافتیم، از شما 450 میلیارد دلار هم نمیخواهیم، به شما اهانت هم نمی کنیم، شما را برادر می دانیم. ما بسیار بسیار متاسفیم. ای کاش حادثه استانبولی رخ نمی داد. ای کاش انسانی قطع نمی شد. هیچ وقت ما نمی خواستیم یک مسلمانی دست به این جنایت بزند. رویترز: قیمت نفت به رغم صحبت از کاهش تولیدات آن در روز جمعه تا 58 دلار و 41 سنت در هر بشکه تنزل یافت که پایین ترین سطح آن از اکتبر 2017 است. ادامه بحران حاکمیت پس از اعتراف وزیر خارجه رژیم به پولشویی‌های میلیاردی و فساد حکومتی، درخواست استعفای جواد ظریف در رسانه‌های باند خامنه‌ای، امام جمعه خامنه‌ای در رشت: خاک بر سر چنین سیاستمداری که می‌گوید اگر CFT را نپذیرد قدرت‌های بین‌المللی نظام را دچار بلا می‌کنند. سیل و آب گرفتگی در 5 استان کشور همراه با خسارات گسترده برای هموطنان. تعطیلی مدارس در اهواز. وزیر امور پناهندگان لبنان: حزب الله و متحدان رژیم اسد بخشی از پروژه رژیم ایران هستند که طرحی را برای تغییر ساختار جمعیتی در سوریه اجرا می کنند.
محمد حبیب کلمه و پیام مجسم عشق بود. لابد که خود خدا هم عشق میکردید که از او زیر بال و پر او بود که علی بیرون آمد، امام حسین و اینها بیرون اومدند و فاطمه، کوثر. کسی بود که خدا هم هر پرده و حجابی رو در رابطه با خودش برای او به کنار زد. بی خودی که نمیگوییم سرچشمه خروشان عشق و معرفت، یعنی که دارای یگانگی، وحدت و محرمیت مطلق است با بنی بشر. چهره‌ای که آخوندها تصویر میکنن یه آخوند بزرگتری است مثل خودشون، اما چه انقلابی بزرگی باید باشه که دنیای کهن رو با امپراتوری‌ها و ابرقدرت‌هاش از قیصر و روم گرفته تا کسرا و ایران اینا رو در هم بریزه. حتما که جای درستی انگوش گذاشته بوده و انرژی شگفتی آزاد کرده از بنی بشر. بزرگترین فریب و دجالیت و خیانت ایدئولوژیکی آل خمینی در اینه که چهره او را هم مسخ میکنند و نمیگذارند که پیروانش بهش وصل بشوند. لابد که هرچه بوده یک رنگی و صمیمیت و صفا و پاکیزگی بوده و الا که جاذبه نداشت. ولی همین امی بی سواد و درس نخونده جهان رو مبهوت کرد و پیامش رو پایدار کرد و ترکنا علیه فی الآخرین، راهش رو آینده دار کرد. چون کلمه ختم کننده و خاتم، کلمه خاتم، پیامبر خاتم و سرآمد، چیزی جز عشق در متعالی ترین مفهومش نمیتونه باشه که، والا به چه درد میخوره؟ والا باید جز داستانهای کهنه شده بایگانیش کرد. با چنان عشقی است که می توان امروز هم از بنیاد به ارتجاع زد، بت شکنی کرد و ریشش رو زد. و هر کس که شناخت یا پرتوی از او رو دریافت و یا ذره ایش رو گرفت، طبعاً که مدهوش شد. و چرا که نشه؟ و وای بر سنگین دلان، یعنی خمینی گرایان، که میدونند این اون نیستند که او بود، ولی نونشو میخورن. نام او را می آورند اما کام خود را می جویند. کلمه خاتم کلمه عشق و رحمت است بنابراین. و این چیزی است که ارتجاع بویی ازش نبرده، اصلا بویی نبرده. در ارتجاع هر چه هست قساوت هست و سنگدلی. آخوند
آقای خمینی صفت دشمنه مردم ایران، بلکه لکی هستند، تیره ترین و تباه ترین و سیاه ترین لکه بر دامان اسلام، اسلام حقیقی انقلابی مردم گرا، اسلام محمدی علوی فاطمی و حسینی. و به همین دلیل فضیلت بسیار بزرگی است جهاد با آنها، برانداختن آنها زخرن و شرفن و کرامتن و مزیدا. چون که در یک کلام تمامیت سوء پلیدی و زشتی رو نمایندگی میکنند. اولین چیز در اسلام انقلابی، در تشیع انقلابی، در اسلام مجاهدین پویایی و دینامیزم اون هست و نه یک شریعت خشک و منجمد. اگر مربوط است به هزارهای پیشین، خب ولش کنید. پس از یک طرف اجتهاد، از یک طرف سوره قدر، از طرف دیگر سنگسار. و به جهان گفتند و به خودشون بفرمایید این اسلام. در زمان خودش انقلاب بسیار بزرگی بود که زن و مرد رو متساوی بشناسد پیامبر. خیلی بزرگ. یا برده رو انسان متساوی الحقوق تلقی بکنه در اصل، در اساس. و اینکه دو نوع آدم نداریم و اینکه معیار برتری تقواست، اونم تقوای رهایی بخش، رهایی، و نه جنس و رنگ و نژاد و زن و مرد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و روزگار رو بنگرید از نکبت و پلیدی که خدا مقرر و مقدر کرده است برای خمینی و بنو خمینی، مثل بنو امیه. حالا یک به یک باید بیان خودشون حرفاشون رو پس بگیرند. در مورد جنگ آنطور، در مورد شیطان بزرگ اینطور، در مورد عراق هاکذا. لاجرم بین مجاهدین و خمینی مردم ایران قضاوتشون رو کردند. ای گوهر خدایی، آینه معانی، از روی تو شایی گر بر جهان بتابد، از آسمان براید صد ماه آسمانی. بلبل سعادت بی روی تو نجویم، ایاک نعبد ای جان بی نفسی محمد.
میلاد امام جعفر صادق ششمین پیشوای تشیع انقلابی مبارک باد. ولادت امام جعفر صادق علیه السلام در 17 ربیع الاول سال 83 هجری در دوران سلطنت عبدالملک مروان اموی و شهادت آن حضرت به دستور دومین خلیفه عباسی منصور دوانیقی واقع شد. به این ترتیب همزمان با پایان دوران بنی امیه و آغاز حاکمیت بنی عباس، بر اثر درگیری و جابجایی دو خلافت جور، دوران مناسبی ایجاد شد که حضرت صادق تیان توانست به تدوین و بازآموزی اصول و مبانی آیین رهایی بخش اسلام محمدی و تشیع انقلابی بپردازد. طی 34 سالی که امام صادق هدایت جنبش را بر عهده داشت، میراث آرمانی و فرهنگی بسیار گرانبها و بیبدیلی با مجاهدت و تعالیم آن حضرت فراهم آمد. آثار مکتوب شیعه مربوط به دوران حضرت صادق به 400 جلد بالغ می شود. از کلام آن حضرت است: 4 ارزش اخلاقی در پیامبران وجود دارد: نیکی، سخاوت، صبر و پایداری بر سختی های راه و قیام برای احقاق حقوق مردم. قیام برای احقاق حقوق مردم بر 1000 حج کامل و درست برتری دارد. تظاهرات و راهپیمایی کارگران فولاد، اهواز، 3 آذر 97. نصر بلندا و فتحان قریب، نار کریم دولت مردم قریب. نصر بلندا و فتحان قریب، نار کریم دولت مردم قریب. کارگران فولاد اهواز روز شنبه 15 روز اعتصاب و تظاهرات خود را در مقابل استانداری رژیم و در محاصره نیروهای سرکوبگر انتظامی آغاز کردند. کارگران خشمگین سپس به سمت پل سفید اهواز راهپیمایی کرده و خواستهای خود را فریاد می‌زدند. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی در وحشت از گسترش تظاهرات کارگران روی پل نادری به آنها حمله کرده و تلاش کردند مانع از ادامه تظاهرات آنها شوند. ماموران جنایتکار تعدادی از کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند. اما کارگران فولاد با اتحاد و یکپارچگی مقاومت کرده و نیروی سرکوبگر رژیم را وادار به عقب نشینی کردند. کارگران سپس در خیابان نادری اهواز به تظاهرات خود ادامه دادند. کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم. کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم، می‌جنگیم. کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم، می‌جنگیم. دولت مافیا پیوندتان مبارک، دولت مافیا پیوندتان مبارک. حقمون رو
درست. خانم مریم رجوی با درود به کارگران فولاد اهواز که در مقابل هجوم نیروهای سرکوبگر با شعار هیهات من الذله ایستادند و به اعتراضشان ادامه دادند گفت: اعتصاب کارگران و اعتراض کشاورزان ناقوس خطر را برای آخوندها به صدا درآورده است. ننگ و نفرین بر حکومتی که ارمغانش فساد و سرکوب و نابودی کشور است. کارگران نیشکر هفت‌تپه در 20مین روز اعتصاب و تظاهرات خود در مقابل فرمانداری رژیم در شوش تجمع کردند. کارگران خواستار پاسخگویی به مطالباتشان از جمله آزادی کلیه بازداشتی‌ها، پرداخت حقوق و دولتی شدن شرکت هستند. تهران یه جلسات مهمی داشته باشی که اگر من اونجا ببینمش به طرف به نمایندگی از همتون چنان سیلی تو گوشش بزنم که تو عمرش نخورده باشی. و اون کسم و اونم کسی نیست جز رئیس سازمان خصوصی سازی. حمایت اخشار مختلف مردم از کارگران زحمتکش نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز همچنان ادامه دارد. جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه، رانندگان کامیون در ساواج‌بلاق و جمعی از کارگران و فعالین سنندج با ارسال پیام‌هایی از اعتصاب و اعتراض کارگران حمایت کردند. کشاورزان معترض اصفهان روز شنبه 3 آذر در محل پمپاژ آب به یزد در کنار روستای قارنه از توابع شهر زیار اصفهان به تجمع و تحصن خود ادامه دادند. کشاورزان از قبل در این محل چادر زده و از شب قبل در این محل حضور داشتند. همچنین کشاورزان غرب اصفهان در بخش‌های گلدشت و قلعه سفید از توابع نجف آباد به تحصن خود برای گرفتن حقابهشان همچنان ادامه می دهند و به رغم سرمای هوا در چادرهایی که برپا کردند به اعتصاب و اعتراض خود شبانه روز ادامه می دهند. روز جمعه 2 آذر تعداد 5 تیر برق حد فاصل ایستگاه پمپاژ آب یزد واقع در نزدیکی ورزنه توسط کشاورزان تخریب شد. کارگران روغن نباتی جهان در زنجان در اعتراض به بلا تکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالباتشان در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. کامیونداران همدان در اعتراض به پاسخ نگرفتن در رابطه با مطالباتشان اعتصاب کرده و در مقابل اداره راه و ترابری پایانه‌های همدان تجمع کردند. 3 آذر 97 اعتصاب کامیونداران همدان، هر روزشون جلو اداره راه و ترابری پایانه‌های همدان.
با سلام به شما بینندگان گرامی، به ادامه خبرهای این ساعت توجه فرمایید. سفیر کنت بلکول، سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد، طی مقاله‌ای در تاون هال با اشاره به تصویب 65مین قطعنامه ملل متحد در محکومیت رژیم به خاطر نقض حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی و قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 به ارجاع پرونده جنایات حکومت آخوندی به شورای امنیت ملل متحد فراخوان داد و درباره تشدید اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه قیام کنندگان در داخل و متوسل شدن آن به تروریسم و کارزار شیطانسازی علیه مقاومت ایران در خارج نوشت. به رغم تلاش‌های رژیم ایران برای قطع ارتباط فزاینده بین معترضان در داخل کشور و سازمان مجاهدین، توان سازماندهی این جنبش رو به افزایش می‌گذارد. بخش‌هایی از مقاله سفیر بلکول از نظرتان می‌گذارد. سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در این مقاله به استمرار اعتصاب‌ها و اعتراضات اقشار مختلف مردم در سراسر ایران اشاره کرده و می‌نویسد معترضان تمامیت رژیم حاکم را هدف قرار می‌دهند و خواهان تغییر دموکراتیک هستند. در واکنش به این اعتراضات، آخوندها بار دیگر خشم خود را متوجه اپوزیسیون و سرکوب داخلی کرده‌اند. آنها مخالفان را دستگیر، زندانی، شکنجه و اعدام می‌کنند و علاوه بر این به ارتکاب اعمال تروریستی در خارج روی آورده‌اند. امسال دست کم فقط 3 توطئه بزرگ علیه مجاهدین فاش شده است. در ماه مارس مقام‌های آلبانی مأموران رژیم را که تلاش داشتند در گردهمایی سال نو مجاهدین در تیرانا بمب‌گذاری کنند دستگیر کردند. در ماه ژوئن 1 توطئه دیگر در فرانسه افشا شد و 1 به اصطلاح دیپلمات این رژیم در اتریش دستگیر و سپس به بلژیک مسترد شد تا در آنجا به خاطر سازماندهی برای بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ اپوزیسیون در پاریس محاکمه شود. جلسه‌ای که در آن ده‌ها هزار ایرانی و شماری از شخصیت‌های مهم از جمله شهردار پیشین نیویورک رودی جولیانی شرکت داشتند. در ماه اوت نیز 2 مأمور این رژیم توسط اداره تحقیقات فدرال در آمریکا دستگیر شدند. کنت بلکول در ادامه این مقاله درباره کارزار شیطانسازی رژیم علیه مقاومت ایران از جمله از طریق حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی می‌افزاید، رژیم ایران همزمان با توطئه‌های تروریستی‌اش همچنین کارزارهای شیطانسازی و تهمت زدن به اپوزیسیون ایران را افزایش داده است. در ماه سپتامبر توییتر صدها حساب وابسته به بات‌های رژیم ایران را به خاطر انتشار اطلاعات غلط علیه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران بست. اطلاعات دیگری که توسط توییتر منتشر شد نشان می‌دهد که مجموع توییت‌های ضد مجاهدین توسط مأموران اطلاعاتی رژیم در سال 2018 6 برابر بیش از مجموع 6 سال قبل از آن بوده است. همچنین به تازگی حکومت تهران از خدمات به اصطلاح خبرنگاران طرفدار تعامل با این رژیم و به اصطلاح تحلیلگران برای دروغ پراکنی و انتشار اطلاعات غلط در رسانه‌های غربی بهره برده است. امری که بارها و بارها افشا شده است. اما به رغم این تلاش‌ها برای قطع ارتباط فزاینده بین معترضان در ایران و سازمان مجاهدین، توان سازماندهی این جنبش رو به افزایش می‌گذارد. کانون‌های شورشی مجاهدین که از زنان و مردان جوان در سراسر ایران تشکیل شده، قیام‌ها را سازماندهی و هدایت می‌کنند و استمرار و گسترش اعتراضات را تضمین می‌کنند. مردم ایران خواهان آزادی‌های دموکراتیک و پایان افراط‌گرایی، فساد و سوء مدیریتی هستند که وضعیت زندگی آنها را ویران کرده است. تنها پاسخ رژیم مذهبی به آنها حمله به اپوزیسیون از طریق انتشار اطلاعات غلط و تروریسم در خارج و سرکوب سیستماتیک تظاهرکنندگان در داخل ایران بوده است. سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد مقاله خود را با این نتیجه گیری به پایان برده است. جامعه بین المللی نمیتواند به این وضعیت بی تفاوت باشد. زمان آن رسیده که در تلاش مردم ایران برای برقراری دموکراسی و یک آینده روشن‌تر در کنار آنها قرار بگیریم. پرونده نقض وخامتبار حقوق بشر این رژیم باید برای اقدام فوری به شورای امنیت ارجاع شود. این روشن‌ترین علامت حمایت جامعه جهانی
از حق مردم ایران برای مقاومت در برابر یک رژیم استبدادی خواهد بود که حقوق انسانی آنها را نقض می کند. رویترز گزارش داد قیمت نفت به رغم صحبت از کاهش تولیدات آن در روز جمعه نزدیک به 8% کمتر شد و به پایین ترین سطح خود طی بیش از یک سال گذشته رسید. به گفته رویترز قیمت نفت برنت در روز جمعه تا 58 دلار و 41 سنت در هر بشکه تنزل یافت که پایین ترین سطح قیمت آن از ماه اکتبر 2017 تا کنون به شمار می رود. بنا به این گزارش در ماه جاری قیمت نفت بیش از 20% پایین آمده است. ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. در کنفرانسی که حکومت آخوندی سالانه با نام فریبکارانه وحدت اسلامی ولی برای تفرقه اندازی و صدور ارتجاع و تروریسم برگزار می کند، آخوند روحانی از یک سو خطاب به عربستان با منت کشی گفت شما را برادر می دانیم و از سوی دیگر این کشور را به خاطر روابطش با آمریکا مورد حمله قرار داد. 450 میلیارد دلار هدیه دادید تا امنیت شما تضمین شود، 110 میلیارد دلار اسلحه خریدید تا امنیت شما تضمین شود. شما چه نیازی به آمریکا دارید؟ شما چه نیازی به آمریکا دارید که منابع خود را هدیه می کنید به آمریکا؟ چه کسی در این منطقه دشمن شماست؟ ما حاضریم با همه توان از منافع مردم عربستان در برابر تروریسم و تجاوزگران و ابرقدرت‌ها دفاع کنیم، همونطور که ما به کمک مردم عراق شتافتیم، همونطور که ما به کمک مردم سوریه شتافتیم، همونطور که ما به کمک مردم افغانستان شتافتیم، همونطور که ما به کمک مردم یمن شتافتیم. از شما 450 میلیارد دلار هم نمیخواهیم، به شما اهانت هم نمی کنیم، شما را برادر می دانیم. در ادامه بحران فزاینده حکومت آخوندی پس از اعتراف وزیر خارجه رژیم به پولشویی های میلیاردی، نمایندگان خامنه‌ای در نمایش های جمعه در شهرهای مختلف ظریف و دولت آخوند روحانی را مورد حمله قرار دادند. نماینده خامنه‌ای در رشت آخوند فلاحتی گفت هنوز انسان‌های ترسو و بزدلی هستند که نباید آنها را رجال بلکه باید رجال خطابشان کرد. خاک بر سر چنین سیاستمداری. او می‌گوید اگر CFT را نپذیرد قدرت‌های بین‌المللی ایران را دچار بلا می‌کنند. آخوند میر شمس الدین در بندر انزلی در نمایش جمعه این شهر گفت ما احساس شرم می‌کنیم که مسئول ارشد دستگاه دیپلماسی ما با حالتی ذلیلانه به استقبال وزیر امور خارجه انگلیس می‌رود. یک رسانه باند خامنه‌ای نیز از ظریف خواست که آبرومندانه استعفا بدهد. این رسانه حکومتی نوشت از شخصی چون ظریف هیچ جای امیدواری برای پیشبرد دیپلماسی با غرب وجود ندارد و دستگاه دیپلماسی نیاز به خون تازه دارد. یکی از افرادی که با قاطعیت میتوانیم از وی به عنوان ژنرال شکست خورده نام ببریم محمد جواد ظریف است. رسانه حکومتی مشرق با اشاره به دفاع روحانی از ظریف در مورد اعتراف او به پولشویی های میلیاردی که موجی از انتقاد علیه او را در بر داشت نوشت به این واقعیت اذعان کنیم که ظریف در این 6 سال دولت روحانی هر کجا پا گذاشته است جز شکست نصیبش نشده است. قرار بود با انجام مذاکرات تحریم ها برداشته شود. پس چرا با وجود این همه امتیاز نقد هنوز تحریم ها پا برجاست؟ آقای ظریف شما شکست خوردید
و غرب بر سر شما کلاه گذاشته است. به دنبال بارش باران همراه با طوفان و رعد و برق شدید، شهرهای 5 استان را سیلاب فرا گرفت و در مناطق روستایی و عشایری خسارتهایی به دنبال داشت. شهرهای استان ایلام، چهارمحال بختیاری، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان را سیلاب فرا گرفت. از جمعه شب پس از بارش باران، خیابان‌های اهواز را مانند دو هفته پیش سیلاب فرا گرفت. شدت آب گرفتگی خیابان‌ها تردد وسایل نقلیه و مردم را با سختی زیادی روبرو ساخت. مراکز آموزشی و مدارس شهر اهواز تماماً روز شنبه تعطیل شد. وضعیت بارندگی تا دوشنبه در خوزستان ادامه خواهد یافت. ادامه اخبار. وزیر امور پناهندگان لبنان از طرح رژیم آخوندی و حزب الشیطان لبنان و بشار اسد دیکتاتور سوریه برای تغییر ساختار جمعیتی در سوریه خبر داد. معین مرعبی گفت حزب الله و یک گروه دیگر لبنانی و همچنین متحدان رژیم اسد بخشی از پروژه رژیم ایران هستند که برای تغییر ساختار جمعیتی در سوریه طرحی را به منظور اخراج مردم سوریه به کشورهای اروپایی بدون اینکه اجازه برگشت به سوریه را داشته باشند اجرا می کند. وی افزود گمان می رود دست کم 20 پناهنده سوری که به کشورشان برگشته اند توسط ارتش رژیم سوریه و گروه های شبه نظامی متحد آن اخیراً کشته شده باشند. بستگان پناهندگانی که به سوریه برگشتند از این جنایت پرده برداشتند. رائد فارس از چهره ها و خبرنگاران معروف اپوزیسیون سوریه به همراه یکی از همکارانش به نام حمود جنید در شهر کفرنبل در استان ادلب توسط افراد مسلح ترور شد و جان باخت. روزنامه لوموند فرانسه درباره ترور رائد فارس نوشت وی به رغم تهدیدات هرگز حاضر نشده بود سوریه را ترک کند. او از چهره های قیام علیه رژیم بشار اسد بود. ائتلاف ملی سوریه با صدور بیانیه‌ای ترور این دو خبرنگار را محکوم کرد و گفت اتحاد بین استبداد و تروریسم که این فعالان قاطعانه در برابر آن ایستاده بودند اولین مظنون ارتکاب این جنایت هستند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز طی پیامی رائد فارس را یک فعال شجاع برای صلح و آینده‌ای بهتر برای مردم سوریه توصیف کرد. همچنین سخنگوی امور خارجی اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای تأکید کرد این قتل‌ها بار دیگر تهدیداتی را که فعالان و شهروندان شجاع سوری هر روز با آن مواجهند برجسته می‌سازد. ما به بستگان، دوستان و همکاران قربانیان عمیقاً تسلیت می‌گوییم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فارس مؤسس یک رادیوی اپوزیسیون و از مخالفان سرشناس رژیم اسد و گروه‌های بنیادگرا بود. مراسم تشییع پیکرهای رائد فارس و حمود جنید روز جمعه در کفرنبل برگزار شد. بینندگان عزیز، در پایان خبرهای این ساعت به پخش عناوین خبرها توجه فرمایید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایار و نگهدار همگی.